رد گرد و خاک این خودروها را بیشتر در جاده‌های مرزی و ترانزیتی کشور می‌شود دید. قاچاقچی‌هایی که معروف شدند به شوتی، می‌گویند دور از چشم مرزبان‌ها و رصد دوربین‌ها همه چیز را می‌توانند از آنور مرزها وارد کشور کنند. خیلی هم میشه گناه اینا شوتی موتی ها بار میبره اصلاق من میتونی بر بار بخیره بره خود از دوبه مستقیم بهتره من رفت کنم جا به جاییش و اینا تو مغازه ها اینا چجوری میگن که قاچاق هست؟ تو بندر که میاد کارش ندارن، تو مغازه هم که همه میفروشن کارش ندارن، فقط تا میرسه به ماشین های شوتی میشه کالای قاچاق. شوتی ها برای وقت مبادا و ویراژ های پرخطر خودروهایشان را هم دستکاری کرده اند تا در تور پلیس نیفتند. هرچند که اوضاع همیشه بر وفق مرادشان نیست. گرفتار شدن همانا و توقیف کالاهای قاچاق هم همان. البته کالاهای قاچاق با قیمتهای نجومی غالبا از مسیر دیگری وارد کشور می شوند. بندر. با همه تلاش ها و بگیر و ببند ها، اما انگار دور زدن گمرک و مبادی رسمی آنقدری برای قاچاقچیان سود دارد که حاضر باشند هزینه اش را هم بدهند. آمار دقیقی از میزان کالاهای قاچاق در دست نیست. گفته می شود سالی 20 میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق می شود. چیزی در حدود ارزش 1/5 صادرات کشور در طول یک سال. با توجه به گزارش دریابانی استان بوشهر مبنی بر کشف تعداد 35 دستگاه خودرو خارجی از نوع بنز و تویوتا که در این پرونده 35 دستگاه خودرو ضبط و 121 میلیارد تومان هم جزای نقدی صادر شد. اینجا یکی از مقاصد همان کالاهای قاچاق و توقیفی است در سازمانی از زیر مجموعه های وزارت اقتصاد و دارایی. سازمان اموال تملیکی 80 انبار در سراسر کشور دارد، پر از کالاهای مکشوفه و متروکه. کالاهای در اختیار سازمان جمهوری فروش اموال تملیکی یا کالاهای متروکه هست، یا کالاهای قاچاق موضوع قانون مبارزه با قاچاق هست، یا کالاهای ضبطی که احکام ضبطشون و مصادرهشون توسط محاکم قضایی صادر میشه. تصاویری هم که از انبارها در رسانه‌ها منتشر شده نشان می‌دهد باد و باران و وضع نگهداری نامناسب کالاها در برخی انبارها موجب شده رنگ و رخی به آنها نماند. اینجا کالاها رسوب کرده‌اند. 5 انبار باشد کالای رسوبی باشد که همین کالایی که اجازه فروش نداریم. وجود اموال و دارایی‌های بسیار زیاد و به شکلی نگهداری غیر مناسب مشکلات متعددی رو برای حاکمیت ایجاد کرد. انگار خروج کالا از این انبارها به همین سادگی نیست. باید سریعتر دستی جنباند و تکلیف چند هزار میلیارد تومان کالا را روشن کرد. نیمه مهر ماه همین امسال رئیس جمهور به یکی از انبارهای تملیکی در بوشهر سر میزند. بعد از 97 که مسئله ارزی گفتن دیگه کالای 20 و چند و اینها دیگه ورود پیدا نکنن، تمام اون کالایی که در گمرک بود اومد توی اموال تملیکی همه دفع شد. بحث فروشش اینا میگن که بایستی تو تهران تصمیم گیری بشه برای واگذاریش. همین خودش روند تصمیم گیری تهران خودش اطاله پیدا میکنه. بعضا اموالی که سرور فساد تاریخ انقضاش تموم میشه بایستی اینا معدوم بشه، خودش به ضرر چیز هست. اینا هیچ دلیلی برای نگهداریش نداره. اینا باید سریع تکلیفشون بشه، اموال واگذار بشه یا به هر شکلی که قانون مشخص کرده یا حکم دادگاه این تکلیف کرده. هنوز از تشکیل دولت جدید 40 روز بیشتر نگذشته و این بازدید نشان می‌دهد دولت روی وضع اموال تملیکی حساس است. همانجا 2 دستور صادر می‌شود با مهلت 3 ماهه. تا 3 ماه هم بازنگری در ساختار سازمان اموال تملیکی، هم تعیین تکلیف تمامی اموالی که تو انبارهاست، هم از تهران، استانها، بنادر و تمام اینا وضعیت اموال انشاء روشن. سال 98 که ما این رو گزارش رو خدمت آقای محسنی اجی دادیم، آقای محسنی گزارش رو طی 3 صفحه خدمت ریاست محترم قوه قضاییه برای ایشون فرستادند. اما حلقه اصلی وزارت اقتصاد بود. با توجه به اینکه گزارشات متعدد رو دادیم که آقا حرکتی نشده، کاری نشده، انبارها به همون صورت مونده، ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای رئیسی در سال 99 جلسه ای رو تشکیل دادن با حضور اعضای محترم مجمع عمومی سازمان که به اذعان خود عزیزان در سازمان اموال تملیکی میگفتن این اولین باره که اعضای اصلی مجمع آمدن کنار هم دیگه نشستن. مالی که
مال فردی بوده تحت عنوان قاچاق اخذ میشه از او، میاد توی مجموعه و توی سیر در واقع تملیک و تملک و واگذاری و اینها او چند قبضه نگاه میکنه، ببینه با این مال او چجور رفتار میشه. حالا چند تا موبایل باشه یا چند تا ماشین باشه یا مال منقول باشه یا غیر منقول باشه، نظارگره. سامان دادن، مشخص کردن نسبت به وضعیت اموال یا نسبت به آرا اشاره فرمودید، آرایی در تعزیرات مونده صادر نشده یا آرایی در قوه قضاییه، فرق میکنه دادگستری. صدور این آرا و تعیین تکلیف این اموال که امری نیست که بخواد گذر زمان برش باشه. بعد از حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در انبار اموال تملیکی در استان بوشهر، موضوع اموال تملیکی خب به رسانه ها و به مطالبات دستگاه های مختلف تبدیل شد. نمایندگان قوا برای همکاری در حل مشکلات از انبارها بازدید می کنند. یک گزارشی در روز 12 همین برج دست من رسید از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی. من واقعش این که این گزارش که دستم رسید، اگر بگم خوابم نبرد شما قبول کنید. ما که همه الان مدتی تمرکز پیدا کردیم برای این که مبارزه بکنیم با قاچاق، حالا فرض بکنید مبارزه کردیم با قاچاق، قاچاق جلوگیری کردیم، بعد یه سری کلام گرفتیم، بعدش چی میشه؟ رئیس دستگاه قضا شخصا با همه طرف‌های درگیر در کالاهای قاچاق و رسوبی جلسه ویژه می‌گذارد. ما یه بار قاچاق که می‌گیریم کل پاسگاه پر میشه. اصلا سربازای ما دیگه امکان تردد ندارن و بعضی اینا قابل اشتغال هم هستن و مشکلاتی رو دارن برای ما که اینها بعد روزها بمونن تا یکی بیاد بگیره ببره یا ما خودمون بتونیم انتقالش بدیم. یکی از مشکلاتی که ما داریم در خصوص دامه. ما دام‌هایی که می‌گیریم بعضی مثلا آمار اولیه‌مون تا میاد بره تحویل بشه این داما تلف میشه. سازمان اگر بخواد، من با اشخاص و افراد اصلا کاری ندارم، دور جدیدم هنوز کارشون انقدر شروع نکردن که بخوان جوابگوی مسائل سابق باشن، ولی اگه بخوام تقسیم بکنیم که چرا این اتفاق میفته، حتما اولیش سوء مدیریت هست. بحث ساختار و اینا در مراتب بعدی هست. من اینجا مسئولیته پرونده مانده رو با دلایل محکمه پسند بنده میپذیرم. اگر ثابت شد که پرونده های زیادی در قوه قضاییه مانع از اجرای احکام قاچاق شده، از من توضیح بخواید منو محاکمه میکنید. بوشه آقای فرمانده مرزبانی اونجا میگه من از کالایی که از اینجا میخوام کشف بکنم تا بیارم مثلا تحویل سازمان بنده حداقل 100 میلیون تومان هزینه. کالای قاچاق قابل صادرات نیستش. شما میگم در قانون آوردید. آوردن ولی نیست چون استاندارد نداره. نتیجه همه این جلسات و بررسی‌های کارشناسی به یک مسئله ختم می‌شود. اینکه سال‌هاست نقص قوانین و آیین‌نامه‌ها بارش را روی دوش سازمان اموال تملیکی انداخته. حالا بهتر می‌شود فهمید که مشکل از کجا آب می‌خورد. عزتالی و اعضای محترم آوردیم بحث دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و برای قطع و کاهش ورود کالاهای قاچاق و رسوب شدن در انبارها و مهمتر هدر رفتن دلار و ارز، رئیس جمهور به اولین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می رود. آقای رئیسی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها می‌خواهد گلوگاه‌های قاچاق کالا را ببندند. این کار سامانه‌ها از کارهای بسیار خوبی است که باید کاملش کرد. باید وضعیت تحلنجی و کولبری سامان پیدا کنه. ما هر روز خبر نشنویم که چند تا کولبر دوچار حادثه شدن. اینا عزیزان ما هستن، قطعا هم نیازمندن. ببینیم چگونه میشه اونها کمک کرد. چرا باید بیاد اینجا انبار پر بشه اینطوری بشه بعد بگیم 70-80% داریم استرداد میکنیم؟ باید یه فکری به حال اونم بکنیم. نظیر عدم اعلام نظر دستگاه های مجوز دهنده یا به جهت عدم تجویز فروش در داخل. مسئله کالاهای قاچاق در همکاری میان قوا سریع‌تر به نتیجه میرسد. برای همین دولت لایحه دوفوریتی راهی مجلس میکند. اصلاح بندی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که عمدتاً تشکیل کمیته تخصصی با حضور نمایندگان سازمان اموال تملیکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجموعه دستگاه‌های مرتبط با تعزیرات و همچنین قوه قضاییه قرار است تشکیل بشه.
اختیارات خاصی به این گروه داده بشه و در کنار اون منابع لازم برای زیرساخت‌ها کمک کنه برای سازمان اول تملیکی. با طرح و پیگیری موضوع، راه اندازی سامانه حراج اینترنتی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد. قرار است به کمک این سامانه حراج 6500 میلیارد تومان کالای اموال تملیکی تعیین تکلیف شود. امکان حضور تعداد کمی وجود داشت، خبررسانیش محدود بود به لحاظ قیمت‌گذاری، قیمت پایه و بعد افزایش‌هایی که صورت می‌گرفت، در معرض سوال‌ها و نقدهایی بود که نکنه این انحصارهایی ایجاد بکنه، افراد خاصی فقط دسترسی داشته باشند و فرصت ویژه و رانت داشته باشه برای گروه‌هایی و بقیه مطلع نباشند. حراج الکترونیک خب تمام این شبهات و مسائل رو میتونه کاملا حل و فصل بکنه، به این معنا که ما امکان مشارکت فراگیر آنلاین به هزاران متقاضی میدهیم که در اقصا نقاط کشور دارن برای کالاهایی که حالا داره در تهران یا در هرمزگان یا در بوشهر یا در خوزستان به هر ترتیب فروش میره به شکل آنلاین دسترسی داشته باشن، تصویر اون کالا رو ببینن. و خوشبختانه این وضعیت داره با یک رویکرد جدید جلو میره که خبرهایی که ما داریم از وضعیت انبارها تصمیمات خوبی است برای اینکه بتواند مدیریت بهتری برای دارایی های این مجموعه و دارایی ها و اموال کشور به عبارتی اتخاذ بشه. الحمدلله این سازمان از گمنامی درآمد، بولد شده، مردم توجه کردن به شرایط کار در سازمان اموال تملیکی و مأموریت های این سازمان و مطالبه گری درستی که توسط مردم از این سازمان صورت گرفت. خیلی اصلا اموال تملیکی رو نمیشناختن، اصلا خیلی ها نمیدونستن سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی چیه، کارش چیه، اطلاع نداشتن از انبارها، از کالاهایی که سالها در انبارها بوده، شاید دست گریخته بعضی از گزارشات خبری می اومد. اما واقعا به این صورت که مسئولین محترم نظام در جریان قرار بگیرن و این اهتمام ویژه به هر حال به کار گرفته بشه برای رفع این مشکل نبوده که من انشالله امیدوارم که این کالاها تعیین تکلیف بشه به طوری که هم حقوق ملت و هم حقوق دولت انشالله تضمین بشه. مدت‌ها سرمایه‌های ملی در انبارها تلمبار شده بود. با ضرب العجل رئیس جمهور و همکاری قوای سه‌گانه کشور، پرونده‌های اموال تملیکی وارد دوره جدیدی شد. باید همدلی و همکاری بین دستگاه‌های مسئول مستمر باشد. البته رسیدن به این مهم نیازمند وضع قوانینی بازدارنده است تا از تلمبار شدن مجدد سرمایه‌های ملی، هدر رفت سرمایه‌های ارزی، قاچاق کالا و غیره جلوگیری کرد. وگرنه که این رویداد تنها مسکنی برای رفع درد خواهد بود و درمانی در کار نیست.